که حقوق بازنشستگان باید زیاد بشود، چرا شب انتخابات؟ اگر قرار حقوق معلمان داده بشود، چرا شب انتخابات؟ دولت بعدی دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که این ملت با پای مردی خودشون اونها رو پایگذاری کردن، نه اینکه یه دولت رمالی و کفبینی باشه. ببینید، رئیس جمهوری که منتخب میشه رئیس جمهور همه ملت، هم او باید در خدمت همه ملت باشه و هم همه باید یار او باشه. ما باید یه کار کنیم که بعد از انتخابات شکافی که در به طور طبیعی در خود جریانات انتخابات پیش میاد به صف مردم انتقال پیدا نکنه و گمانم میکنم که همین خواهد شد. یعنی مردم با هم دوستن، مشترک بسیار متحدن، با هم دیگه آشنان، فامیلن و خود نظام و هر کسی که حالا میبره میبازه باید در این جهت حرکت بکنه. مردم هر کسی رو انتخاب کردن، دیگه بایستی رقابت ها و اختلافات پایان پیدا کنه، همه دست به دست هم بدن به اون کمک بکنن، چون اون دیگه رئیس جمهور کشوره. بعد از اینکه انتخابات اعلام میشه، هر چیزی که مردم به هر صورت رای دادن، همه اون واسیم و از اون دفاع کنیم و بگیم که رای مردمه و واسیم و دفاع کنیم. اگر کسانی ممکنه بدخواهانی بخوان تشنج ایجاد کنن که به ضرر صندوق‌های رأی تمام خواهد شد، یعنی به ضرر آراء مردم، هر گونه تشنجی به ضرر مردمه و به ضرر آراء اونهاست. اگر کسانی خواستن چنین تشنجی رو ایجاد کنن، نگذارن خود مردم با متانت، با صبر، با حلم و وقار خودشون مانع بشن از اینکه خواسته بدخواهان این ملت عملی بشه. می‌کنین اعتماد خیلی کاهش پیدا کرد؟ نه، کاهشی هم پیدا نکرد. به شرطی که مردم خودشون بیاد جلو. آقا توصیت مهوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟ اگر تظاهر کردن بریزد تو خیابونا. Thank you.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. این علی رغم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم، با حمله به ستادهای خودمون روبرو بودیم، با معطل کردن تعرفه ها روبرو بودیم. آقای محمود احمدی نژاد نفر اول هستند و با این آرایی که کسب کردند به عنوان رئیس جمهور منتخب دهم معرفی میشن. Thank you.